آیا کسی میتونه مالک ماه بشه؟ چین، ایالات متحده، ژاپن، هند، روسیه و آژانس فضایی اروپا همگی کاوشگرهایی رو بر روی نزدیکترین همسایه آسمانی ما فرود آوردن. اما آیا یک کشور یا یک فرد میتونه ادعای مالکیت بر ماه داشته باشه؟ در واقع قوانین خاصی برای موضوع وجود دارن. این قوانین عمدتاً بر اساس چیزی به نام پیمان ماورای جو تنظیم شدن که تمام اجرام آسمانی رو پوشش میده و در سازمان ملل متحد درباره آن مذاکره شده. در این معاهده اومده که کشورها مجازن در ماه پایگاه ایجاد کنن و از منابع موجود در اونجا استفاده کنن. اما در واقع مالکیت قلمرو در ماه حتی در بخش‌هایی که در اون پایگاهی احداث شده مجاز نیست. با این حال از زمانی که پیمان ماورای جو در سال 1967 امضا شد، اوضاع تغییر کرده. کشورهای بیشتر و حتی شرکت‌های خصوصی الان به دنبال ورود به فضا هستند. در ماه و سیارک‌های شناور در فضا منابعی به ارزش تریلیون‌ها دلار از جمله فلزات وجود داره. بنابراین گروهی از کشورها به رهبری ایالات متحده توافقنامه‌ای به نام توافقنامه‌های آرتمیس را امضا کردند که جزئیات بیشتری درباره مالکیت در فضا ارائه می‌دهد. اما کشورهایی مثل چین و روسیه میگن که این توافقنامه‌ها بیش از حد بر منافع آمریکا متمرکز هستند و آنها اکنون در حال تدوین قوانین خودشون هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که رقابت‌های موجود در زمین قرار در فضا هم تکرار بشه.